سرخط خبرها. اعلام نتایج انتخابات مجلس ایران در چند حوزه. پیشتازی قالیباف در تهران اعلام شد اما میزان مشارکت نه. پنجمین قربانی ویروس کرونا جدید در ایران. آمار مبتلایان به بیش از 28 نفر رسید. افزایش قیمت دلار در ایران یک روز بعد از بازگشت به فهرست سیاه FATF. مسئولان بورس تهران میگویند سهامداران هیجان زده رفتار نکنند. و روز اول کاهش خشونت‌ها در افغانستان. وزارت دفاع میگوید حمله های طالبان کاهش پیدا کرده. سلام، خوش آمدید. بیننده پوشش ویژه ما هستید. اینجا در بی بی سی فارسی از نتایج انتخابات و همینطور ادامه شیوع ویروس جدید کرونا در ایران، نتایج اولیه انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد. در فهرستی که نام 30 نامزد در آن اعلام شده، محمد باقر قالیباف و مصطفی میرسلیم در صدر قرار دارند. محمد باقر قالیباف شهردار پیشین است که سالها از فرماندهان سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی بوده. مصطفی میرسلیم هم از چهره‌های اصلی حزب مؤتلفه اسلامی است و 4 سال در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده. از چهره‌های شناخته شده دیگر مرتضی آقا تهرانی و الیاس نادران هستند. همه از چهره‌های اصولگرا و بیشتر با گرایشی افراط‌گرایانه. فرنوش امیرشاهی همکارم اخبار انتخابات رو دنبال کرده، اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، بیشتر بهمون بگو مشارکت، درصد مشارکت، با اینکه داره همینطور از میزان آرا و نتایج آرا میاد، هنوز درصد مشارکت اعلام نشده. همچنان اعلام نشده و به نظر میاد که امروز هم نهایی نشه، به دلیل اینکه تا این لحظه در واقع 95 حوزه رای شماره شده و نتیجهش اعلام شده، نهایی شده. 8 حوزه انتخاباتی داریم، به نظر نمیاد که تا پایان امروز به نتیجه نهایی برسن. اما خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه که در دوره‌های گذشته هم آماری رو اعلام کرده، همین ساعتی پیش در توییترش یک آماری اعلام کرده و گفته که به نظر میرسه که حدود 42% آمار کل رای دهندگان در این انتخابات بوده، که خب نشون میده نسبت به انتخابات سال دوره گذشته سال 94 19% ریزش آرا داشته. قابل توجه این تعداد ریزش آرا، شاید بشه گفت که در مقایسه با انتخابات گذشته کمترین میزان مشارکت به نظر میاد که انجام شده. کمترین میزان در دوره‌های گذشته مجلس هشتم بود، دوران انتخابات مجلس هشتم که اعلام شد 51% مشارکت کردن. البته تمام این آمار همیشه به دلیل اینکه نهادهای مستقل دسترسی ندارن برای اینکه آمار رو راستی آزمایی بکنن، به هر حال آماری است که از سوی مسئولان برگزاری انتخابات به طور رسمی اعلام میشه و ما ناچاریم که به همین‌ها اتکا بکنیم و همین‌ها رو بررسی بکنیم. ولی آماری که تا این لحظه منتشر شده و در تهران هم به نظر میاد که اونطور که باز خبرگزاری فارس گفته ببخشید 1,900,000 نفر رای دادن، با توجه به اینکه حدود 9,650,000 نفر واجد شرایط وجود داشته، به نظر میاد آمار در تهران هم خیلی پایین بوده در مقایسه با انتخابات سالهای گذشته که بازم هم مجلس هشتم بود که 30% رای دهندگان مشارکت داشتن. ولی هر حال اتفاقی که تا این لحظه افتاده، نتایجی که تا این لحظه اعلام شده، به نظر میاد که اصولگرایان دست بالا رو دارن. هم دقایق پیش شورای ائتلاف اصولگرایان یک بیانیه داده، خودش رو به عنوان پیروز انتخابات معرفی کرده و تشکر کرده از اینکه در واقع مردم به اونها رأی دادن. این نتایجی که الان تا الان منتشر شده چه چیزی رو نشون میده، مخصوصا در لیست تهران؟ خودت گفتی که خب درصد بالای اصولگرایان رو نشون میده، آیا این درصد کل کشور هم صادقه؟
تا حدود میشه گفت همینطوره. در تهران به ویژه آمار اولیه اعلام شده، هنوز نهایی نشده، ولی به نظر نمیاد که خیلی تغییر ایجاد بشه. لیست شورای ائتلاف اصولگرایان به طور کامل رأی آورده، سرلیست اصلاح طلبان که در واقع سرلیست حزب کارگزاران سازندگی بود، او حتی در بین 35 نفر اول هم نیست و میشه گفت این شکست سختی برای حزب کارگزاران بوده در این انتخابات، که در شرایطی که بقیه بسیاری از گروه‌های اصلاح طلب اعلام کرده بودند به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده این انتخابات رو رقابتی نمی‌دونن و در اون شرکت نمی‌کنن، اما کارگزاران در این انتخابات شرکت کرد و به هر حال نتونست که حتی یک کاندیدا در تهران رو به مجلس برسونه. ولی از این طرف خب در لیست اصولگرایان به طور کامل رأی آورده. در این اسامی که به چشم می‌خوره طیف‌های مختلف اصولگرایان رو ما می‌بینیم، از محمد باقر قالیباف سرلیست اصولگرایان که فرمانده سپاه بوده، فرمانده نیروی انتظامی بوده، شهردار سابق تهران بوده و به هر حال مشخصاتش و در واقع سابقش مشخصه به دلیل فعالیت‌هایی که داشته و مواضع سیاسی که داره، تا مثلا مرتضی آقا تهرانی داریم که رئیس جبهه پایداری تشکل سیاسی اصولگرایان که با در واقع اصولگرایانی که بیشتر سنتی تر هستن اختلافات عمیق دارن، یا چهره‌های تندروی جدیدتری می‌بینیم که اینها مثلا نظام الدین موسوی که زمانی مدیر مسئول وبسایت خبرگزاری فارس بوده، خبرگزاری نزدیک به سپاه، که همه اینها نشون میده یک طیف‌های متنوعی از اصولگرایان وارد مجلس شده. به همین نسبت میشه در حوزه‌های دیگه هم در واقع در شهرهای دیگه و استانهای دیگه هم دید. مثلا در قم هم سه کاندیدای اصولگرایان رأی آوردن، علیرضا زاکانی، مشتبه زنوری و احمد امیرآبادی، که اینها هم از اصولگرایانی هستن که طیف‌های تندروتر اصولگرایان هستن. با یک چنین چینشی شاید بشه گفت ترکیب آینده مجلس تا این لحظه که ما آمار رو داریم و این نتایج نهایی رو می‌بینیم، هنوز به هر حال همه آرا اعلام نشده، همه صندوق ها حوزه ها اعلام نشده، ولی تا این لحظه به نظر میاد با یک مجلسی روبرو هستیم که یک ترکیب متنوعی از اصولگرایانی داره که در بعضی حوزه ها اختلافات بسیار زیادی هم با هم دارن. وجه اشتراکشون میتونه این باشه که نزدیکی و همراهی بیشتری دارن با هسته مرکزی قدرت، خیلی مخالف گو نیستن نسبت به تصمیماتی که رأس هرم قدرت در ایران میگیره، ولی همین گروه ما دیدیم در سالهای گذشته که اختلافات بسیار زیادی بر سر جزئیات با هم دارند و تجربیات مجالس گذشته هم که وقتی یک دست بوده اصولگرا یا حتی اصلاح طرف نشون داده که از دل این یک دستی اختلافات زیادی میتونه بروز پیدا بکنه. متشکرم از تو فرنوش امیرشاه اینجا در استودیو. و دو مهمان داریم برای بحث بیشتر در این باره، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو با ما هستند و قاسم شعله سعدی استاد پیشین حقوق دانشگاه تهران از همین شهر. آقای شعله سعدی با شما آغاز میکنم. یه گده زیادی از گروه ها و جریان های مختلف شرکت در این انتخابات رو تحریم کردن، الان انتخابات به پایان رسیده، یک روز گذشته، ولی هنوز اعلام نمیشه درصد مشارکت. این به چه معناست؟ آیا کسانی که این انتخابات رو تحریم کردن به نظر میاد که برنده شدن برای اینکه نشون بدن این مشارکت میاد پایین؟ آقای شعله سعدی بفرمایید. با سلام به شما و بینندگان عزیز و مهمان گرامی جناب نامور حقیقی، در واقع اولین بار هست که فراخوان تحریم انتخابات خیلی مؤثر واقع شده و درصد بالایی از مردم انتخابات رو تحریم کردند، که خب دلایلش هم خیلی روشن هست. اولا شورای نگهبان شمشیر رو از رو بست و بی هیچ ملاحظه‌ای همه رو به جز یک کاندیداهای مربوط به یک گرایش خاص که وابسته به خودش هست، همه رو از همون اول زد و در واقع دیگه هیچ رحمی به اصلاح طلب، به مستقل، به هیچ کس نکرد. و به دلیل مشکلات خاصی که بعد از کشتار فجیع آبان ماه در کشور انجام گرفت و بعد از سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که با
شلیک مستقیم سپاه ساقط شد و 176 نفر که از جمله بسیاری از اونها نخبگان کشور بود به شهادت رسیدن. معلوم بود که این فضا فضایی نیست که مردم استقبال بکنه. این نظامی که ابتداعاً با 98.2% آرا روی کار اومده، الان مثلا هر چی زور میزنن که مثلا بگن آقا 50% از 50% بیشتر شرکت میکنن در انتخابات، نمیتونن این رو جا بندازن و حتما اهدافی در کار بوده که نظام آمادگی این رو داشته، به خاطر اون اهدافش چنین تزلزلی در پیکره و پایگاه مردمی و مشروعیت خودش رو متحمل بشه. لذا تو این انتخابات الان برنده اصلی اونایی هستن که تحریم کردن و یک اکثریت قابل توجهی از مردم رو الان اونها دارن، ولو اینکه اکثریت ساکت جامعه باشه. آقای نامور حقیقی، شما چه فکر میکنید؟ خب بی سابقه هست این موضوع، اولین باری هست که انتخاباتی به پایان رسیده درصد مشارکت اعلام نمیشه، فکر میکنید دلیلش چیه؟ سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای شعله سعدی. ببینید، با اینکه تغییراتی که در سیستم انتخاباتی اومده و سیستم کارتخوان اومده، بنابراین ستاد وزارت کشور بلافاصله میتونه در ثانیه و دقیقه تعداد کلی آمار مشارکت رو بدونه، همونجوری که در انتخابات ریاست جمهوری خوند، اینی که اعلام نمیشه قطعاً اینی که تا ساعت 3 و 5 اخباری در مورد میزان مشارکت اومده بود بیرون که به نظر میرسید در سطح کلی کشور زیر 30% و در تهران حدود 20%. به نظر میرسه ملاحظات سیاسی مانع شده که اخبار مشارکت به طور کلی رو به طور کلی مطرح نشه و اخبار استانی رو مطرح کنن. باید دید که وقتی که اعلام میشه چقدر با مشاهدات میدانی و آمار نسبی تا ساعت 5 تطابق و همخوانی داره. یه نکته. نکته دومم که در مورد دلایل هم فرمودی، در مورد دلایل این عدم مشارکت، بخشش رو جناب آقای شعله سعدی فرمودن، به بخش دیگه‌ش هم مربوط به موقعیت دشوار اقتصادی است که وجود داره و همچنین نقش ضعیفی که مجلس در تصمیم گیری های کشور داره. اگر دقت کنید تو شهرهای بزرگ که تصمیم گیری های مجلس در سیاست های کلان بیشتر مد نظر هست، در اینجا مشارکت کمتر بوده. تو شهرهای کوچیک که نمایندگان مجلس نقش های محلی دارن در مورد مسائل محلی، در مورد جاده، آب و مسائل معیشتی و همچنین تضادهای قومی و جنایی میان شهرهای مختلف وجود داره، اونجا مشارکت بیشتر بوده و ربطی به تصمیم گیری نداشته. بنابراین خود عدم تأثیرات مثبت مجلس در موضوعات کلان مثل قیمت بنزین یا تصمیم گیری در حوزه های بین المللی اون بوده که مردم رو بیتفاوت کرده. و از همه مهمتر، همونجور که جناب آقای شعله سعدی گفتن، ببینید چون اراده سیستم هست، با این مجلس به نظر من تغییرات مد نظر در مورد آینده جانشین شکل بگیره، احتمالاً تغییراتی ممکن در قانون اساسی بخواد شکل بگیره و همچنین در مورد تنظیم رابطه با قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، حالا چه بره به سمت یک درگیری همه‌جانبه یا به سمت یک مصالحه، ترجیح میدن که از بلوک رقیب وجود نداشته باشه، لیک اطلاعاتی از درون مجلس نباشه و صدای همگونی مطرح بشه تا اختلافات درون بلوک قدرت بتونه حل بشه تا بتونن مسائلشون پیش ببرن. این صدای همگون رو آقای نامور حقیقی به نظر میرسه که الان داریم، طیف‌های مختلف اصولگرایان هستن، طیف‌های مختلفشون، و به نظر میاد که اصلاح طلبان اصلا حضور ندارن. آقای نامور حقیقی، این سوال از شما میپرسم، آیا این رو به معنی حذف کامل اصلاح طلبان ما الان باید قلمداد کنیم؟ ببینید، بخش از اصلاح طلبان اومدن داخل مجلس، حالا به جز آقای پزشکیان بقیه خیلی به نظر نمیسته چهره‌های شاخصی باشن، ولی عملا پیامی که شورای نگهبان داشت میداد این بود که اصلاح طلبان رو نمیخوان در بلوک قدرت یا حداقل در حوزه‌هایی که میتونه تصمیم گیری های مهم انجام بشه بازی بدن تا این ترانزیشن انجام بده، یعنی این دوران گذار جمهوری اسلامی باید انجام بگیره، شکل‌گیری جدید نظم سیاسی جدید
این بلوک قدرت جدید شکل بگیره، اون موقع ممکنه امکان بازی به اصلاح طلبها بدن. حالا اینجا بستگی داره به توان اصلاح طلبها. اصلاح طلبها اگر در توان بازی سازی و قدرت سازی موفق بشن، خب مجبورن بهشون امتیاز بدن. ولی در وضعیت فعلی اصلاح طلبها هنوز نتونستن علاوه سازماندهی و بسیج نارضایتی ها نقش کلیدی بازی کنن و در نتیجه هنوز وضعیت نرسیده که سیستم فکر کنه که امتیاز دادن به اونها به تداوم وضعیت حکومتش میتونه کمک کنه. آقای شل سعدی، شما چه فکر میکنید؟ آقای نامور حقی میگن موفق نبودن از لحاظ سازماندهی و بسیج اینکه این نارضایتی رو به طوری نشون بدند به حکومت که حکومت به اونها امتیازی رو که میخوان بده. اصلاح طلبان در واقع از دیماه 96 که اون شعار رسا رو معترضین دادن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، باید بود در میافتن که جامعه از اونها عبور کرده و اگر درایت سیاسی داشتن نباید بود اصلا ثبت نام میکردن، باید کنار میگرفتن خودشون به جایی که اینا رو حالا شورای نگهبان و حاکمیت کنار زده و اون وقت با یک به صورت جایگاه بالاتر میتونستن موضع گیری بکنن. الان اینا حذف شدن و حالا میخوام بگم اتفاقا علاوه بر اینکه اونا حذف شدن، اصولگراها هم با اینکه مجلس رو به دست آوردن اما برنده نشدن، برای اینکه با این مشارکت بسیار ضعیفی که اتفاق افتاده اینها هم پایگاه مردمی ندارن و فقط به دلیل اینکه حکومت میخواسته کاملا یک دست بشه برای پروژه‌های بعدیش که آقای نامور حقیقی هم اشاره کردن، ما واقعیت اینه که الان گرفتار یک بحران رهبری هستیم، یعنی بحران جانشینی آقای خامنه‌ای. بالاخره آقای خامنه‌ای الان 80 سالش است و بیش از 30 سال هست که حکومت رو در اختیار داره، بیمار هم از خوب سرطان داشته و مشکلات دیگری. به هر حال الان در یک شرایط بحران رهبری هستیم و هیچ شخصیت برجسته‌ای هم الان نیست. البته آقای خامنه‌ای من شنیدم که علاقمند هست پسرش رو رهبر کنه و اون هم به دلیل فقدان یک پایگاه مردمی قابل قبول و حتی فقدان پایگاه حوزوی احتمالاً مجبور میشه به یک سناریوی دو مرحله‌ای، مثلا آقای رئیسی رو ترتیبی بدن که بشه رهبر و ایشون هم مجتبی رو مثلا به عنوان قائم مقام معرفی کنه، یا حتی بعداً با آقای رئیسی چه معامله‌ای بشه بحث دیگری است، یا حتی ممکنه رئیسی هم هست بشه مثل کسای دیگه، مثل صادق لاریجانی، مثل همین حسن روحانی، مثل شاهرودی، که اینها هم یه موقع خیز برداشون بودن برای رهبری و هر کدومشون به یک سرنوشتی دچار شدن که شاخص‌ترینش هم سرنوشت خود اکبر رفسنجانی بود. به هر حال الان یکی از مشکلات رهبری هست. دوم اینکه این با حضور این محافظه‌کاران در مجلس به نظر میرسه که یه رادیکالیسم جدیدی در کشور شروع میشه که آثار بین المللی و آثار داخلی خیلی خیلی تعیین کننده داره. آقای نامور حقیقی فرمودن که دو آپشن هست، یا مصالحه یا حرکت به سوی جنگ. من این دومی رو بیشتر احتمال میدم که اتفاق بیفته و به لحاظ داخلی هم موقعی که مجلس پایگاه مردمیش اینقدر متزلزل هست و بحران‌های اقتصادی و معیشتی مردم که همین امروز که ما صحبت می‌کنیم می‌بینیم که قیمت ارز یک جهشی داشته و سکه و طلا همینطور، و با توجه به اینکه ایران در لیست تحریم اون اقدام مالی بین‌المللی قرار گرفت، وضع معیشتی مردم هم بدتر میشه، احتمالاً فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنه و در نتیجه در واقع امکانات و هسته‌های اولیه یک اعتراض سراسری مجدد هم می‌شود حدسش رو زد، به خصوص با توجه به لایحه بودجه که الان در مجلس مطرح هست و لایحه مالیات‌ها که اون هم فشاری مضاعف به مردم میاره. بنابراین از یک طرف فشارهای بین‌المللی رو می‌تونه تشدید بکنه و از طرف دیگه فشارهای داخلی رو، و معلوم نیست که سرنوشت چنین فشارهایی به کجا بیانجامه. به نظرم حاکمیت یک اشتباه استراتژیک مرتکب شد، به ویژه چون پایگاه مردمی و مشروعیتش رو که از اول هم گرفتار یک بحران مشروعیتی بود که بیشتر مربوط است به بحرانهای مربوط به دوران گذار رژیمهای توتالیتر به سمت دموکراسی،
به نظرم اشتباه استراتژیکی مرتکب شد. نمیشه مملکتی که در این شرایط نیاز به یک وحدت ملی داره، خلاصه اون هسته مرکزی قدرت گفت که چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. لذا وضع کشور یه مقداری حساس تر از گذشته. آقای نامور حقیقی، این که اصولگرایان الان به صورت یک دست مجلس رو به نظر میاد که در دست میگیرن، با وجود اینکه طیف‌های مختلف دارن و ممکنه که میان این طیف‌ها درگیری‌هایی به وجود بیاد که نشان از رقابت یا تنوع باشه، ولی خود این همدستی چقدر میتونه و ممکنه که باعث ضعیف شدن حکومت فعلی بشه؟ ببینید یه نکته من اشاره کنم، اگر مسئله ویروس کرونا افزایش پیدا کنه اون شویش و دولت ناکارآمد بشه، مسئله تظاهرات خیابانی عملا میشه مسئله ثانوی. من به همونجور که در هنگ کنگ اتفاق افتاد، به نظر من چیزی که آقای شغل سعدی میگن باید این مورد ملاحظه کنن. مسئله ویروس کرونا میشه مسئله اصلی جامعه و مسئله دیگه میشه در حاشیه، به خصوص که حالا مسئله معیشتی هم پررنگ تر شده. یه نکته. اما در مورد موضوع مجلس، ببینید این گروه های اصولگرا همشون یک وصلن به یک گروه های زینفوزی که منافع مادی دارن. بنابراین خود این گروه اصولگراها خودشون وارد دعوا میشن، همجور که دعوا داشتن و به زور با هم، یعنی حاضر نبودن لیست واحد بدن، به خاطر اینه که همه اینها شبکه‌های زینفوزی پشتشون هستن و شبکه‌های زینفوز دنبال این هستن که از امکانات مجلس برای دستیابی منابع مالی و منابع سیاسی استفاده کنن. پس بنابراین شما مطمئن باشید که میان این جناح‌های اصولگرا دعوای جدی راه خواهد افتاد. این نکته اول. پس بنابراین یک دست اونجوری که تصور میکنن وجود نخواهد داشت و همیشه هم همین مدلی بوده که از اول جمهوری اسلامی خواهد بود. نکته دوم این هست که این مجلس در این حال وظیفه داره که دولت آقای روحانی رو چارمیخ مدیریت کنه و مهار کنه. یعنی دولت آقای روحانی از خرداد ماه که مجلس تشکیل خواهد شد وارد یک فاز جدید در ارتباط مجلس میشه. اگر یکی دو تا وزیرش رو، یعنی میتونن وارد استیضاح وزرا بشن و خلاصه آقای روحانی رو در وضعیت بسیار مهار شده ای قرار بدن که حتی ممکنه آقای روحانی دیگه نتونه ادامه وضعیت بده و استعفا بده، هرچند که مانع خواهند شد که از استعفا بده، برای که میخوان دولت روحانی رو مسبب تمام دشواری ها و مشکلاتی که الان کشور باهاش روبرو هست جلوه بدن. پس بنابراین دوم. نکته سوم این هست که در مومنتوم تغییر رهبری که ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، اون موقع این مجلس یک پارچه ممکنه وصل بشه به جریاناتی که حالا هر کدوم ممکنه جنایی رو حمایت کنن. ولی در حال حاضر فرض بر این هست که این مجلس میخواد از نهاد رهبری، کسی که نهاد رهبری مد نظرش هست در موضع رهبری، حمایت کنه. بنابراین الان فرض بر این هست و این نیروهای پایکاری که به نام اصولگرا هستند از حالا وصیت آیت الله خامنه ای یا توصیه آیت الله خامنه ای حمایت خواهند کرد در مورد جانشینی، که خب اون نکته کلیدی است و اگر تقاضای تغییر قانون اساسی هم بدن که احتمال زیاد است، وقت میره به سمت این که ممکنه سمت ریاست جمهوری یا اختیاراتش کم بشه یا برگرده به شکل پارلمانی که نخست وزیری باشه و مسئله تضاد میان آرای رئیس جمهور و ولی فقیه کلن برداشته بشه. این کاریست که صورت میگیره. ولی اگر مناف تحریم ها ادامه پیدا کنه، خب مجلس سطح تضاد درونیش به اندازه گذشته نخواهد بود. ولی اگر مصالحه صورت بگیره به خاطر درآمدهای نفتی، جناح‌های درونی مجلس سطح تضادهاشون به خاطر دستیابی به اون منابع افزایش پیدا کنه. آقای شعله سعدی، این انتخابات همونطور که شما هم اشاره کردید نشون داد که رقابت حزبی دیگه در ایران معنایی نداره. به شعار مردم هم اشاره کردید که گفته بودند که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. الان فکر میکنید با توجه به این نتیجه‌ای که و وضعیت موجود، فکر میکنید ممکنه که اصلاح طلبان بتونند در نهایت زمانی ابتکار عمل رو دوباره به دست بگیرند و نیرویی بشند برای ایجاد تغییر؟
ببینید چون اصلاح طلبا خودشون سابقه خوبی ندارن که این نقش رو بتونن بگیرن. اولا 7-8 سال اول انقلاب حکومت دست اینا بوده. اینها همون چپهای سابق هستن که رادیکالیزم چپ رو در ایران شکل دادن. اینا همونهایی هستن که رفتن سفارت امریکا رو اشغال کردن، همونهایی هستن که سرکوب کردن. بعد که اینا از قدرت حذف شدن بعد از فوت آقای خمینی و اون تابلو چپگرایی دیگه تو کشور خریدار نشد، تابلوشون عوض کردن. البته من کار به جوانهاشون ندارم، اون افرادی که در سنگرهای فرماندهی نشسته بودن و هنوز هستن مخاطب من اونا هستن. و دوم اینکه عملکرد خوبی بعدش هم نداشتن. اینها در یه دوره 8 ساله در زمان آقای خاتمی حکومت دستشون بوده که 1-4 سالش مجلس و قوه مجریه هر دو در اختیارشون بوده. به دلیل ضعفایی که داشتن و به دلیل ساختار منقبض قدرت و حکومت کار مهمی نتونستن انجام بدن. خب برون رفت مجلس ششم شد مجلس هفتم و برون رفت آقای خاتمی هم شد آقای احمدی نژاد و دیدید که حتی مطبوعات هم به صورت فله‌ای بستن همون موقع. کار مهمی اینا نکردن. همین مجلس فعلی، مجلس دهم که اکثریتشون در اختیار اصلاح طلبا و لیست امید در واقع اصلاح طلبای بدلی هست، چه ابتکار عملی تونستن بگن؟ کشور در حال ابر بحران‌های متعددی به سر می‌برده. یک مرتبه قیمت بنزین رو که یک کالای بسیار اساسی و تاثیرگذار روی اقلام دیگر زندگی هست، یک مرتبه میشه 300% قیمتش و مجلس حتی قادر نیست یک طرحی ارائه بده برای کنترل اون. حتی بعضیاشون تهدید کردن که استعفا میدن، بازم جرأت نکردن. حتی میخواستن این انتخابات رو تحریم کنن، جرأت اینه که اسم کلمه تحریم بیارن رو نداشتن. لذا اونا به نظر میرسه فعلا به زودی نمیتونن نقش مؤثری ایفا کنن. اما به هر حال موقعی که الان حاکمیت یک دست شده و در اختیار اصولگراها هست، بعدن علاوه بر اینکه در درون خود اینها انشعاباتی خواهد بود، جامعه هم که به کلی خطش رو از اونها جدا کرده، میتوانن اینا امید داشته باشن که با بخشی از جامعه در واقع تعامل بکنن و اون اکثریت خاموش جامعه که تو انتخابات هم الان به هر حال تحریم کننده بوده، میتوانن با اونها یک کانکشن و ارتباطی برقرار بکنن برای سالهای بعد. این هم به شرط این که اصل نظام بمونه و در واقع این تحولات بین المللی و داخلی موجب فروپاشی نشه. بنابراین چیز فوری نخواهد بود. ممنونم از هر دوی شما آقایان، قاسم شلسدی استاد پیشین حقوق دانشگاه تهران از همین شهر با ما و همینطور علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو. اما گزارش های مربوط به شیوع ویروس جدید کرونا در ایران، وزارت بهداشت ایران اعلام کرده شمار قربانیان این ویروس در کشور به 5 نفر رسیده. از ظهر دیروز 10 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا به طور قطعی شناسایی و تایید شده که 2 مورد آن در تهران است. بر اساس آمار رسمی 785 مورد مشکوک در ایران وجود دارد که تا امروز تست کرونایی 28 نفر آنها مثبت گزارش شده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. ویروس کرونا حالا بیشتر از قبل در ایران پخش شده. این تصویر مرتضی رحمانزاده، شهردار منطقه 13 تهران است. هفته گذشته در جلسه با اعضای شورای شهر تهران، او جزو موارد مشکوک ابتلا به کرونا است. تا حالا تصور می‌کرده سرماخوردگی شدید است. او با بعضی از اعضا هم دست داده بود. متاسفانه شهردار محترم منطقه 13 مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند و این رو اورژانس کشور تایید کرده. ما امیدواریم که ایشون سلامتی خودشونو بازیابند و مسئله خاصی نباشه. حالا محسن هاشمی که در جلسه هفته پیش در کنار آقای رحمانزاده نشسته و همچنین ایستاده بود، در خطر ابتلا به کووید 19، همان کرونای جدید است. محسن هاشمی در این باره توییتی هم کرده: به خاطر دیدار من و برخی اعضای شورای شهر با شهردار منطقه 13 که مشکوک به کرونا است، امروز برای انجام تست به بیمارستان مراجعه خواهم کرد و فعلا در خانه هستم. البته فعلا علائم کرونا را ندارم، اما نتیجه تست بعد از 48 ساعت مشخص می شود. دیگر اعضای شورا نیز حتما تست کرونا خواهند داد.
ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از تعطیلی این شورا خبر داد. اما علی عطا سخنگوی شورای شهر گفت که اعضا تصمیم گرفتند روز یک شنبه نشست علنی خود را برگزار کنند. اما شاید غیبت بعضی از اعضا در این تصمیم تأثیر بگذارد. تعطیلی برنامه‌های جمعی و خودداری از حضور در اماکن مذهبی از مواردی است که بیشتر پزشکان به آن توصیه می‌کنند. اما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامله ایران گفته مقام‌های ایرانی هنوز به این جمع‌بندی نرسیدند که در قم یا مکان‌های زیارتی قرنطینه لازم باشد. جعفر صبحانی مرجع تقلید شیعه در قم اما خواست حضور در اجتماعات لغو شود. با وجود اینکه ایران بعد از چین دومین کشوری است که سرایت ویروس کرونا جدید در آن به سرعت پیش رفته، وزارت بهداشت میگوید ویروس کرونا جدید آنقدر هم خطرناک نیست. علارغم وحشتی که در ذهن مردم در جهان ازش شکل گرفته، ویروسی است به مراتب کم تهاجم تر از ویروس آنفولانزای H1N1 که ما در پاییز با لطف خدا و همت تیم بهداشت درمان و آموزش هایی که مردم گرفتن مهار کردیم. کشندگی و بیماریزایی H1N1 به مراتب از این بالاتر بود. این ویروس به مراتب از ویروس سارس که در سال 2003 گرفتاری در چین و بعضی جاهای دیگه ایجاد کرد ضعیفتر عمل میکنه. منتها مشکلی که این ویروس داره قدرت سرایتشه. بعد از دیده شدن مواردی از کرونا در ایران، عراق از ایران خواسته مرزش را ببندد و زائران دست کم تا روز دوشنبه به این کشور سفر نکنند. خبرگزاری امارات متحده عربی هم به نقل از وزارت بهداشت این کشور از تشخیص کرونا در یک مسافر ایرانی و همسرش خبر داده. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات ابتلای دو نفر به ویروس جدید کرونا معروف به کوید 19 را تایید کرد. یکی از این دو مبتلا یک مسافر 70 ساله ایرانی است که در وضعیت سلامتی ناپایدار است و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر قرار گرفته. ابتلا به این ویروس در ترشحات مخاطی همسر 64 ساله او نیز مشخص شده. خبرگزاری ایرنا از کمبود ماسک، ژل ضد عفونی و الکل در داروخانه‌های تهران خبر داده. سازمان غذا و دارو قیمت هر ماسک را 410 تومان اعلام کرده. اما به گفته مردم در داروخانه‌ها اگر ماسکی هم وجود داشته باشد، دست کم 1500 تومان است. وزیر بهداشت اما وعده داده به زودی تعداد زیادی ماسک به رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. به دلیل پنهانکاری و اطلاع رسانی قطره چکانی حکومت ایران، تعداد دقیق مبتلایان به ویروس جدید کرونا مشخص نیست. به نظر می‌رسد فعلا تنها راه رعایت بهداشت فردی و دوری از مکان‌های پرجمعیت است. فرین آسمی، بی بی سی. پویا قربانی همکارم اینجا در استودیو با ماست. پویا، بیشتر بهمون بگو از فضای عمومی که در بین مردم ایجاد شده. همین پنهانکاری که در قسمت آخر گزارش فرین دیدیم نکته‌ایه که بسیار در این چند روز بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. گویا وزارت بهداشت ایران با علم به این که در حقیقت متهم هست به پنهانکاری، ما میدونیم که 3 هفته قبل، حدود 20 روز قبل، شایعاتی مطرح شده بود از اینکه ویروس کرونا در قم علائمش مشخص شده اما به شدت تکذیب شده بود. حالا وزارت بهداشت در حقیقت گفتگوهای پی در پی داره تلاش میکنه که بگه که ما هر آنچه که داریم به مردم اعلام میکنیم و سعی میکنیم یه جور اطمینان بخشی ایجاد کنه. این چیزی که ما در حرفای رئیس پدافند عامل ایران هم دیدیم، اونجایی که اشاره میکنه که هنوز لازم نیست جایی رو قرنطینه کنن، اما بعدش میگه که مهمترین نکته برای اونها مقابله با شایعه سازی. ما میدونیم که دیروز دست کم 4 نفر رو در ایران به اتهام اونچه که شایعه سازی خونده شده بود دستگیر کردن در شهرهای مختلف در ایران، اما این در حقیقت بدون پشتوانه علمی نیست. به این جهت که مثلا من دیدم که یک صدای حقوق بالینی در اینستاگرام که مشخصه که از جمعی به نظر میاد که از جمعی از پزشکان دارن ادارش میکنن، گفته که بروز ناگهانی تعداد بیمار مبتلا به ویروس تنفسی کرونا در مرحله پیشرفته در 24 ساعت که 2 نفرشون هم اعلام شد که فوت کردن، یک چیز به اون کسایی که از اپیدمیولوژی این بیماری های ویروسی آشنایی دارن یک چیز رو میرسونه، اون هم پنهان کاری و در حقیقت تکذیب های بیمورد و بیدلیل اون چیزی که گفتن که
گویا خواستن که یک جور اطمینان بخشی به قول این کاربر کاذب و نمایشی ایجاد کنن برای اینکه مردم آرامششون به هم نریزه. اما باید دید که چی داره اینجا قربانی چه مسئله میشه. من دیدم که در پیام‌های زیادی برامون رسیده بود از دانشجویان پزشکی که هشدار داده بودن که چندین امتحان پزشکی در سطوح مختلف در هفته آینده و هفته بعدش قرار برگزار شه. هشدار داده بودن که کسانی در این امتحان شرکت میکنن که انترن پزشکی بودن ممکنه در همین بیمارستان‌هایی که در تماس با بیماران مشکوک به ابتلا به کرونا بودن حضور داشته باشن و اون وقت برگزاری چنین امتحانی و جمع شدن این همه افراد دور هم در این جلسه امتحان ممکنه خطرناک باشه برای گسترده شدن بیشتر این بیماری. در مورد جامعه پزشکی هم من یه نکته‌ای می‌خواستم بگم. چندین توییت شده بود در مورد اینکه کادر درمان در ایران صف اول در حقیقت مقابله با این بیماری هستند. بسیاری گلایه کرده بودند که در نبود و فقدان یا کمبود امکانات کافی و استاندارد دارن یه جور از خودگذشتگی میکنن پزشکان، این چیزی که دیده نشده به اون چنانی که مثلا در جوامع دیگه در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده. و به هر حال این که پزشکان و پرستارانی که الان درگیر این بیماری هستن، درگیر مقابله با این بیماری هستن، چه امکاناتی دارن، دولت چه امکاناتی در اختیار کادر درمان و همینطور بیمارانی که شاید توانای مالی آنچنانی ندارن قرار داده یا قرار خواهد داد محل سوال هست و محل بحث هست. و من دیدم که در حقیقت تاکیدهای زیادی روی این مورد شده بود. متشکرم از تو پویا قربانی اینجا در استودیو. اما اجازه بدید برگردیم به سراغ اخبار انتخابات و تازه ترین ها از فرن تقی‌زاده بشنویم. ممنون ناجیه. با هشتگ شما ویژه انتخابات با شما هستیم. انتخاباتی که بر اساس گزارش ها و آماری که منتشر شده ازش مشارکت در اون پایین تر از قبل بوده و اصلاح طلبان بسیاری هم برای بودن در این مجلس پیشتر رد صلاحیت شده بودند. به نظر میرسه که اصولگرایان بیشتری در این مجلس کرسی ها رو در اختیار خواهند داشت و شما صداتون رو میتونید در تلگرام برای ما بفرستید، ما اونها رو پخش کنیم. تلگرام ما هست @bbc شما، ایمیل اینستاگرام تلگرام و واتساپ و توییتر هم راه های دیگه تماس با ما هستش. میزان مشارکت رای دهنده ها در انتخابات مجلس 11 هم از بحث هایی که تو شبکه های اجتماعی در موردش خیلی صحبت میشه. آیا این نتایج یعنی پیروزی اصولگرایان یا شکستی برای اصلاح طلبان یا کلا شکستی برای جمهوری اسلامی به حساب میاد؟ مخاطبان ما هم در این راستا نظرشون رو برای ما گفتن. چند تا از اونها رو با هم دیگه بشنویم. من عرض میکنم که ساکن غرب تهران هستم. حدودا ساعت 5 از 5:30 عصر بود که از روبروی مسجد نظام مافی و مسجد رضا در خیابان کاشانی، ضلع شمال خیابان کاشانی رد می شدم. یک نفر رو هم من روبروی این دوتا مسجد ندیدم. داخل مسجد نرفتم. این دوتا مسجد از حوزه های اصلی رای گیری در غرب تهران هستند که تقریبا همیشه تا جایی که من یادم میاد شلوغ بودن، به خصوص از بعد از ظهر به بعد این دوتا مسجد، این دوتا حوزه رای گیری همیشه شلوغ بودن. اما دیروز حتی یک نفر هم ندیدم. در مسجد باز بود، توی حیات هم من دیدم و کسی رو ندیدم. بنابراین میتونم حد بزنم که آمار مشارکت بسیار پایین باشه و حد اکثر من نمیتونم باور بکنم در تهران 20% بیشتر رای داده باشن. این 20% هم همون کسانی هستن که به طور سنتی عوامل و طرفداران خود نظام هستن که در راهپیمایی ها و شوهای حکومتی خیابون ها رو میان پر میکنن. حضور مردم به دیدگاه من حضور خوبی بود. شاید اول روز کمی خلوت بود ولی من دیدم که در شهرستان ما شهر مردم پای صندوق‌ها آمدن و شاید ما انتظار همچی چیزی رو هم شخصا نداشتم که حضورشون بسیار عالی بود و من خیلی ها رو دیدم که اومدن پای صندوق‌های رای. بالاخره در تو با امیدواری یا غیر امیدواری ما یه مملکتی داریم که متعلق به خودمون هست و خودمون انقلاب کردیم، خودمون نظام شاهنشاهی رو برکنار کردیم و خودمون تو این چند سال بالاخره حاکم هستیم دیگه. مسئولین بالاخره از طیف همین مردم هستن، اونایی که میرن مجلس از طیف همین مردم هستن.
من خودم یک شخص متولد 1770 هستم و حالا هر کسی به طب جامعه آماری خودش همیشه نگاه میکنه. من نظر شخصی این بود که در 70 یا 80 یا حالا تا حدودی 60 یا به هیچ عنوان پای صندوق رای نمیرن، ولی دیروز در کمال ناآوری دیدم که پدرم و مادرم رفتن رای دادن، حتی مادر بزرگم، پدر و داییام همه رفتن رای دادن، چون که اینا واقعا نسلی هستن که خیلی متفاوت با نسل امروزی که ما هستیم فکر میکنن، به خصوص پدرم که شخصی بسیار مذهبی هستش. و حالا من با صحبت کردم که نرید انتخابات رای بدید، خودم تبلیغات عدم شرکت داشتم میدادم، ایشون تو تلویزیون قرائتی دیدن یک روز قبل از انتخابات که گفتن که وظیفه شرعی هر کسی که رای بده، و اونجا که ایشون بسیار مذهبی هستن به خاطر حرف ایشون رفتن، کلا نظرشون برگشت. به جرئت میتونم بگم که دیروز خیلی شلوغ بود صندوق رای، چیزایی که میگن و من دوستان میگن از زیاد کاری ندارم. چیزی که بنده به عینه دیدم این بود که افرادی که مال نسل قبل از ما هستن و به خصوص افراد مذهبی همه شرکت کردن. حالا نسل ما نسلی که بیشتر با دین بیشتر قریب‌تر هستیم، قبول نداریم دین رو، و جوان‌ترها به جرئت میتونم بگم خیلی 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 کمتر بود مشارکت. بله، این تحلیل های برخی از مخاطبان ما بود که در مورد میزان مشارکت برای ما فرستاده بودن به تلگراممون که آدرس پیامگیرش هست @bbc شما. اما برداشت چهره های اصلاح طلب اصولگرا از نتایجی که تا الان مشخص شده چی بوده؟ چند تا از توییت هایی که اونها در طول این مدت منتشر کردن رو براتون یک مروری بکنم. حسام الدین آشنا از مشاورین رئیس جمهور ایران آقای روحانی گفته که مردم عزیز ایران هیچگاه دوم اسفند 98 رو در تاریخ تحولات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران فراموش نکنید. هشتگ هایی هم که زنده میبینید: شورای نگهبان، مردم سالاری، انتخابات، مشارکت، حق مدنی و نظام پارلمانی. اما انتقادهایی که زیر این توییت مطرح شده بود به آقای حسام الدین آشنا به چشم میاد. برخی از مخاطبین آقای آشنا در این زیر توییت نوشتن که فکر کنم اونی که نباید فراموش کنه ملت نیستن بلکه حاکمیتن، یا یه سری دیگه اومدن حوادثی که در این ماهای گذشته اتفاق افتاده رو یادآوری کردن برای آقای آشنا. مثلا یکی گفته که من حوادث آبان، حوادث 88 و 96 و هواپیمای اوکراینی رو فراموش نخواهم کرد. نفر بعدی که براتون انتخاب کردیم توییتش عزت الله زرقامی هست که الان به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی فعالیت میکنه و برای 10 سال هم رئیس سازمان صدا و سیما بوده. گفته که پیروزی اصولگرایان در انتخابات را به اونها تبریک میگن، از کاندیداهای مستقل، احزاب اصلاح طلب و فعالای مجازی و رسانه‌ای همه تشکر کرده و گفته بررسی علل کاهش رأی این دوره رو که اهمیت زیادی داره در آینده در موردش خواهم پرداخت. ولی بسیاری هستن که به آینده موضوع رو موکول نکردن و الان دارن در موردش صحبت میکنن. یکی از اونها آقای صادق زیبا کلام هست، گفته که وقتی 70 و در برخی شهرهای بزرگ تا 80% مردم در انتخابات شرکت نکردن، آیا پیروزی اقلیتی که در خوشبینانه ترین حالت حداکثر 30% آرا رو تونستن بلخص در شهرهای بزرگ کسب کنن خیلی جای تبریک و تهنیت و احساس غرور و سربلندی داره؟ که به آقای زیبا کلام هم برخی جواب دادن، پاسخ دادن که به حال رفتارهایی که دولت آقای روحانی داشته باعث این کم شدن و کاهش مشارکت بوده، که به نظر میرسه این دسته از کاربران طرفدار اصولگرایان بیشتر باشن که الان دارن انتقادهای در مورد دولت رو مطرح میکنن. حمید رسایی از چهره های اصولگرا و یکی از اونهایی که در این انتخابات مجلس 11 هم شرکت کرده بود، اومده انتقادی به این قضیه پرداخته، گفته که برنده انتخابات نه قالیباف بود، نه اصولگرایان و نه وحدت زورکی دقایق آخر. اشاره به لیست وحدت اصولگرایان میکنه، گفته برنده انتخابات هشتگ لولو بود، یعنی منظورش رو بیشتر احتمال توضیح داده. گفته بازنده انتخابات هم کسانی بودن که از ترس لولوی ساختگی به لیستی مرکب از دامادها، اسپانسرها، بی خاصیت‌ها و حرف گوش گون‌ها در کنار چند کاندیدای لایق و انقلابی رای دادن و حالا پشیمانند. آقای رسایی داره بیشتر به اون لیست وحدت اشاره میکنه که از اصولگراها
منتشر شده بود. سراج میردامادی از روزنامه نگاران و فعال سیاسی اصلاح طلب که در خارج از ایران زندگی میکنه اومده تبریک گفته انتخابات رو به اصولگرایان، اما گفته که اصلاح طلبان هم شکست خوردن و امیدواره که درسای این شکست رو مرور کنند و چراغ راه آیندهشون بکنن برای ترامپ و سرسخت هم که شاید همین جناح سرسخت و انقلابی بهتر باشه تا جناح مذاکره و تعامل و صلح و خلایق آنچه لایق. اما اشاره کنیم به تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه. تصاویر حوزه‌های خلوت یا صف‌های شلوغی که از تلویزیون ایران منتشر شدن تنها تصاویر واکنش برانگیز در مورد انتخابات نیستن. توی توییتر مشخصن موجی از تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بحث تقلب در انتخابات مجلس ایران رو داره مطرح میکنه که بی بی سی فارسی مستقلا نمیتونه صحت این ویدیوها رو تایید کنه. بخش از این ویدیوها رو با هم ببینیم. مثلا مادر سایه که آبی که کارت انجام بده تا ساعت چه اعلام کردن که کاکا ما خودمون در خدمت. جناب نصرت یوزا استوره قربان زنده باشی ممنون مداری چی کنی طرفیا رو دارم سی مزید همش نوشته میسه دارم دونه به دونه جمع بکنم همشون هم صندوق بندازم همه جونم باقه. ارشاد خالق حسن بسیار ادای بلش ساعت یک شو استندو قزن و ده بدون چون ماده آمدینه بدون مامور محافظ بدون مامور آقا است نگاه که کوس مامور بیت شو مامور هم همین نومش تو از رسکنه آقا چی مطلب بازی اون تو طرف اون هم بود هیچ اونجوری برنامه خنده بلش ها زوری خود داخل فرمانده بده خودت بدون چون بس بلز... نه نه راحت شو ما تا چه بار رزیاب چه اتفاقی افتاده دقیقاً من یک ساعت پیش رفتم مسجد امام حسن مشتبه خب رای بدم آقای زیر دستگاه گفت برادر تو رای دیدی گفتم والله به دینت من رای ندادم خب گفتم رای ندن که آقا ساعت 45 دقیقه بله شناسنامه شما رای دادم گفتم خوب. اگر رای دادم پس مورش کجه ای تو گاف صندوق بوده من درکیدم آوردم گفتن شما رای دادی گفتم من رای ندادم گفتم برای من مشخص کنید کدوم حوزه کجا آقا از من گفتن رای دادم من رای بهش کنم اومدن به زور رأی از مردم بگیرن مانع از این شدیم که رأی مردم رو نخرن اینجوری شده. در این چند سری هشتگ شمای ویژه که داشتیم به واکنش‌ها در مورد انتخابات ایران پرداختیم که در مورد مجلس 11 و واکنش‌های اون در شبکه‌های اجتماعی بود به خاطر اینکه گسترش ویروس کرونا و خبرهای مربوط به اون هم از بحث‌های بسیار داغ شبکه‌های اجتماعی هست. در هشتگ شمای بعدی به این قضیه خواهیم پرداخت. اگر شما مشاهده‌ای در این زمینه دارید یا از کسانی هستین که از خانواده قربانیان کرونا در ایران هستن میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر تلگرام ما که هست @bbc شما. اگر مشاهده دیگه‌ای هم دارین از همین طریق میتونید تصاویرتون رو برای ما ارسال کنید که در بخش‌های دیگه خبری که به صورت ویژه با شما خواهیم بود هم اونها رو منعکس کنیم. متشکرم. متشکرم از تو. بهای دلار آمریکا در برابر ریال ایران دوباره بالا رفته. صرافی بانک ملی هر دلار آمریکا را 14530 تومان می‌فروشد در حالی که هفته پیش نرخ دلار در همین صرافی زیر 14000 تومان بود. بهای سکه تمام هم از 6 میلیون تومان گذشت به دلیل نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی. این گروه در نشست اخیرش ایران را به لیست سیاه کشورهای با خطر بالای پولشویی بازگرداند. همزمان با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، سازمان بورس پیامکی به سهامداران فرستاده و به آنها توصیه کرده که هیجانی رفتار نکنند و به شایعات فضای مجازی توجه نداشته باشند. برای صحبت در این باره آرش حسنیا روزنامه‌نگار از پراگ با ما هستند. آقای حسنیا، از دیروز که این اتفاق افتاد رئیس کل بانک مرکزی ایران گفتش که اطمینان خاطر میده که چنین وقایع مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نمیکنه که الان ایجاد کرده. خب درسته، طبیعتاً پیش از پایان ضرب‌العجل گروه ویژه اقدام مالی و
قبل از برگزاری جلسه اخیر که به هر حال تا حدودی حد زده میشد که این اتفاق بیفته و ایران به لیست سیاه FATF برگرده، خیلی ها هشدار داده بودند و حتی پیش بینی کرده بودند که بازار ارز با یک شوکی روبرو خواهد شد و به تبع اون بازار طلا و سکه هم متاثر خواهد شد و این پیش بینی درست از آب در اومد. اما نکته ای رو که باید توجه داشته باشیم این هست که عوامل روانی در بازار ارز و بازار سکه و طلا اصولا اگر با عوامل واقعی اقتصادی تایید نشن و حمایت نشن، این عامل روانی میتونه در گذر زمان اثر خودش رو از دست بده. با این حساب به نظر میرسه که این شوک قیمتی ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اگر با عوامل واقعی اقتصادی، یعنی مشخصا در این حوزه تصمیم و رفتار بانک مرکزی از یک سو و از دیگر سو تصمیم و رفتار دارندگان سرمایه های خرد و حرکت نقدینگی به این بازار هست که در نهایت به ما این نشانه رو میده که در آینده باید شاهد چه قیمتی در این بازارها و چه نوسان‌هایی در این بازارها باشیم. همونطور که شما اشاره کردید، یکی از نشانه‌هایی که در روزهای آینده باید دنبال کرد اون رو رفتار سهامداران بورس هست که آیا بازار ارز رو بازار جذابتری برای نوسانگیری و برای کسب سود خواهند دید و سرمایه خودشون رو از بورس به اون بازار منتقل خواهند کرد، یا اینکه فکر می‌کنند بانک مرکزی برای اون بازار برنامه‌ای داره و هدف‌گذاری کرده و کماکان در اون بازار باقی می‌مونند در بورس. الان تاثیر کلی این وضعیت بر اقتصاد کل کشور چیه؟ می‌دونیم که خب نرخ تورم باز هم قراره که افزایش پیدا کنه. با وجود همه صحبت‌هایی که مقامات در ایران می‌کنن، از جمله آقای روحانی که گفته نسبت به سال گذشته وضعیت اقتصادی حتی بهتر شده. ببینید، یک پایشی رو اتاق بازرگانی ایران انجام میده به طور فصلی، از فعالان اقتصادی پرسش میکنه که مهمترین عامل بازدارنده یا برهم زننده ثبات برای فضای کسب و کار اونها چه هست. در تمام فصلهای اخیر، یعنی چند فصل گذشته، مهمترین عامل برهم زننده این فضای کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی یکیش همین عامل بوده، یعنی غیر قابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه برای اونها که به طور مستقیم و مشخصا با بازار ارز میتونه در ارتباط باشه. البته افزایش قیمت ارز در ماه پایانی سال اسفند ما به طور سنتی در سالهای اخیر شاهد اون بودیم، کما اینکه همیشه در مقاطعی که قیمت ارز با چنین نوسانات شدیدی نسبتاً شدیدی مواجه شده، دولت‌ها هم متهم به این بودند که اونها عمد دارن برای اینکه منابع ریالی بیشتری رو از طریق فروش دلار گران‌تر کسب بکنن و البته اونها همیشه تکذیب کردن. در این مقطع خاص شاید در کوتاه مدت و در چند روز، یعنی این نوسان برای دولت و بانک مرکزی حتی خوشایند هم باشه، چون که به هر حال میتونه به اون گروهی که یک سال هست راجع به FATF و آنها چانه میزنه، یعنی اصولگراها و منتقدانش در مجمع تشخیص و در شورای نگهبان، میتونه این رو به عنوان یک نشانه به اونها برای اثبات تحلیل خودش بیاره که دیدید که چنین پیشبینی رو که اونها میکردن درست بود و با تأمین نکردن نظر FATF در واقع یک نابسامانی به نابسامانی‌های دیگر و ریسک‌های دیگر اقتصاد ایران افزوده شد. آرش حسنی، روزنامه‌نگار از پراگ، متشکرم از شما. وزارت دفاع افغانستان میگوید با عملی شدن توافق کاهش خشونت‌ها حملات طالبان بسیار کاهش یافته. چند روز پیش آمریکا و طالبان پس از مذاکراتی 18 ماهه بر سر کاهش خشونت‌ها در افغانستان به توافق رسیدند که از ساعت 12 شب گذشته آن را عملی کنند. امروز 3 مورد حمله گزارش شده که 2 نیروی پلیس در آن کشته شدند. طالبان گفته مناطق شامل طرح کاهش خشونت‌ها مشخص است و حملات دیگر این گروه نباید تخطی محسوب شود. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. ساز این رقص و پایکوبی صلح است. ساعاتی قبل از آغاز کاهش خشونت‌ها، جلال آباد، ولایت ننگرهار. این ولایت بارها شاهد اندوه جنگ بوده، شبیه تمام ولایت‌های افغانستان. حالا نه پایان جنگ، نه یک آتش‌بس، که فقط خبر کاهش خشونت‌ها این طور خوشحالشان ساخته. خشونت کمتر، غم کمتر. امروز غزنی به دنبال شبی است که صدای جنگ را نشنیده، برعکس شب‌های گذشته.
حدود 1.5 سال پیش جنگجویان طالب در همین جا و در 100 متری با نیروهای امنیتی افغان درگیر بودند. جنگ به مردم این شهر نزدیک بوده. امیدواریم که صلح باید در کشور ما بیاید و ما خواهان صلح هستیم. از صلح ما بسیار خوشحال هستیم که صلح باید. ما صلح میخواییم. اگر صلح بیاید آقا قرار اطلاعاتی که ما از نیروهای امنیتی و از منابع مختلف قرا و قصبات ولایت غزنی داشتیم، از ساعت 12 شب گذشته تا به اکنون هیچ گونه حادثه، هیچ گونه اتفاقی در هیچ گوشی از ولایت غزنی تا به حال صورت نگرفته. بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی افغان و خارجی روز پس از آغاز توافق کاهش خشونت‌ها: ما تمام جوانب موافقت کردیم که خشونت‌ها را در افغانستان کاهش بدهیم، با این هدف که به سمت صلح پیش برویم. به نظر من این فرصت برای افغانستان و مشخصاً مردم افغانستان است. نسبت به 12 ساعت قبل تلفات بسیار پایین آمده. فقط تک و تک حمله در برخی مناطق شده که بسیار جدی نبوده. ما در کل نیروهای امنیتی در سایر قدمه ها هدایت گرفتن، سوقدارای مشترک وزارت دفاع و داخله و حتی تاوارس ایجاد شده تا وضعیت از نزدیک ارزیابی کنند. تمام حوادثی که صورت میگیره بعد ارزیابی صورت میگیره. منابعی در ارگ ریاست جمهوری میگویند در صورتی که در مواردی توافقنامه کاهش خشونت ها نقض شود، فرماندهان نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنند با فرماندهان گروه طالبان رو در رو بنشینند تا تخطی را تجزیه، تحلیل و بررسی کنند. مسئله دیگری که مقام های دولت افغانستان بر آن تاکید دارند این است که در جریان کاهش خشونت ها از زخم زبان زدن به طرف مقابل خودداری شود. غم جنگ را می توان در گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان به خوبی دید. یوناما امروز گفت تنها در یک سال 2019 بیش از 10,000 غیر نظامی در جنگ افغانستان کشته و زخمی شدند. 3,404 نفر کشته و 6,989 نفر زخمی. همین غم جنگ سبب شده که صلح آرزوی اول افغانها باشد و با اندک خبری از آن وارد میدان شوند. بدون شک برای بسیاری از افغانها رقصی چنین میانه میدان آرزوست. علی حسینی، بی بی سی، کابل. برسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.